روز دهم ماه مبارک رمضان است، سال روز وفات حضرت خدیجه سلام الله علیها. این روز رو به محضر بقیت الله الاعظم ارواح ناله الفدا و فاطمه معصومه سلام الله علیها و همه حضار گرامی و بینندگان ارجمند تسلیت عرض میکنم. پیغمبر گرامی اسلام فرمود ان هذا القرآن هو حبل الله و هو النور المبین و شفاء النافع فقرؤه. قرآن ریسمان الهی است و نور آشکار و شفای نفع دهنده است، پس قرآن را تلاوت کنید. آیات جزء دهم قرآن کریم به لطف و عنایت خداوند متعال تلاوت خواهد شد. سوره انفال از آیه 41 تا آخر و سوره مبارکه توبه تا آیه 92. در آیات سوره انفال موضوعات مهمی وجود داره، به بعضی از اونها اشاره میکنم. آیه 41 به موضوع خمس اختصاص داره، یکی از واجبات مالی هست. قرآن کریم میفرماد و اعلموا انما غنمتم من شیء فان لله خمسه. هر منفعتی که به دست آوردید یک پنجمش از آن خدا و رسول و بقیه گروهایی که در این آیه اشاره شده هست. البته تفصیل مطلب رو در رساله های عملی فقهای عظام بیان فرمودن. این نکته رو متذکر می شوم که کلمه غنیمت در آیه شریفه به معنای منفعت و هر نفعی است که انسان می بره. در روایت نورانی از امام جواد علیه السلام هم می خوانیم که راوی سوال کرد درباره خمس، حضرت فرمود فی کل ما افاد الناس من قلیل او کثیر. هر نفعی که شخص به دست میاره، البته بعد از اینکه یک سال مهلت داره در مصارف زندگی هزینه بکنه، پس از یک سال مازاد درآمد سالیانه رو باید یک پنجمش رو در عصر ظهور به امام زمان و در عصر غیبت به مرجع تقلید واجد شرایط بپردازه. بخش دیگر آیه 42 تا 44 حمایت های خداوند از مؤمنین در جنگ بدر بیان شده. در جنگ بدر تعداد مسلمان ها 313 نفر و تعداد کفار حدود 1000 نفر. تجهیزات نظامی کفار به مراتب بیشتر از مسلمان ها بود، اما خداوند متعال مسلمان ها رو مورد حمایت و نصرت خودش قرار داد. می فرماید و اذ یریکموهم اذ التقیتم فی اعینکم قلیلا و یقللکم فی اعینهم. خدا کاری کرد که شما کفار را کم ببینید که روحیه بگیرید بتونید با اونها بجنگید. کاری کرد کفار هم شما را کم ببینند تا اولا از جنگ منصرف نشند و ثانیا همه توان خودشون رو برای مبارزه با شما به کار نبندند. پیام این آیات اینه که در جنگ با کفار نباید دچار اشتباه محاسباتی شد، نباید عوامل معنوی رو نادیده گرفت. مقام معظم رهبری، این شاگرد مکتب قرآن، روز گذشته در جمع کارگزاران نظام این جمله رو اشاره فرمودند که در جنگ با کفار یکی از خطاهای بزرگ محاسباتی این است که انسان عوامل معنوی و سنت‌های الهی را نادیده بگیرد. ایشون فرمودن عوامل معنوی و سنت‌های غیر قابل تغییر الهی عوامل بسیار تأثیرگذاری هستند. این نکته برگرفته از آیات قرآن، از جمله همین آیات سوره مبارکه انفال هست. امدادهای غیبی بخشی از عواملی است که در نبرد مورد توجه باید قرار بگیره. یکی از مهمترین وظایف مسلمین در رویارویی با حملات کفار تقویت بنیه دفاعی هست. در آیه 60 سوره انفال این پیام جاودانه قرآن توجه انسان رو به خودش جلب میکنه و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه و من رباط الخیل. هرچه میتوانید در برابر دشمن توان خودتون رو بالا ببرید، مرکبهای چابک و آماده به خدمت رو فراهم کنید. سوره مبارکه توبه که نام دیگرش سوره براءت هست و از نامش مشخص هست که پیام اصلیش اعلام بیزاری، براءت
و فاصله گرفتن از دشمنان اسلام هست. در این سوره خداوند متعال در آیاتی که در جزء دهم قرار گرفته دشمنان رو به سه دسته تقسیم میکنه: اول کفار و بت‌پرستان، دوم اهل کتاب و سوم منافقان. و در هر دسته مقتضای براءت و انزجار از دشمن رو و وظایفی که در این زمینه به دوش مسلمین هست رو بیان فرموده. در بخش اول اعلان براءت از مشرکان آیه 1 تا 28 که در آیه سوم این سوره میخونیم: و اذان من الله و رسوله الی الناس یوم الحج الاکبر. دستور داده است که در روز عید قربان اعلام شود در حضور مردم که خداوند متعال و پیامبر او از مشرکان بیزار هستند و متنفر هستند. این که امام راحل در حج یکی از مناسک سیاسی را مسئله اعلام براءت از مشرکین دونستن با توجه به همین آیه نورانی قرآن بوده. در آیه 12 این سوره خداوند متعال ضرورت ایستادگی در برابر سران کفر و شرک رو برای ما بازگو میکند: فقاتلوا ائمه الكفر. با رهبران و سر منشأ کفر باید مقاتله و جهاد کنید. انهم لا ایمان لهم. اونها به هیچ عهد و پیمانی پایبند نیستند. امروز در دوره و زمانه خودمون میبینیم که رژیم صهیونیستی بیشترین تعداد نقض پیمانهای بین المللی رو داشته. در آیه 23 و 24 به نکته مهم محوریت خداوند در دوستی ها و دشمنی ها اشاره می شود. همون موضوع تولا و تبرا، یا به تعبیر درستر تولی و تبری. خداوند می فرماید: یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان. پدرتون و برادرتون اگر کفر را بر ایمان ترجیح می دهد نباید محبوب شما قرار بگیرند، نباید با اونها رابطه دوستی برقرار بکنید، حتی با پدر و برادر. و در آیه 24 صریحا می فرماید: اگر پدران شما، فرزندان شما، همسران شما، اموال شما، تجارتخانه و کسب و کار شما، خانه هایی که اون خانه ها را می پسندید در نزد شما از خدا و رسول و جهاد در راه خدا محبوب تر است، در انتظار عقوبت خداوند متعال باشید. اجازه بدید در این روز دهم ماه مبارک رمضان یادی داشته باشیم از اسوه و الگوی پیروی از پیامبر حضرت خدیجه سلام الله علیها که همه ثروت خودشون رو فدای وجود مقدس و نازنین رسول الله کردند. به عموی خودشون فرمودن: عمو جان، تمام ثروت من را به پیامبر بدهید و اعلام بکنید در بین مردم مکه که بدانند تمام ثروت خدیجه در اختیار پیغمبر گرامی اسلام، هر گونه که میخواهد در راه اسلام هزینه کند. و این بانوی بزرگوار مثل چنین روزی در فقر جان به جان آفرین تسلیم کرد و البته خداوند متعال پاداش او را داد. پیغمبر گرامی اسلام به حضرت خدیجه فرمودند که: خدیجه جان، هادا جبرائیل یخبرنی ان الله عز وجل ارسله الیک بالسلام. این جبرائیل است که خبر می‌دهد که خداوند متعال او را برای عرض سلام و برای ابلاغ سلام نزد تو فرستاده است. این اسوه و الگوی ماست که در شرایط محاصره اقتصادی پیغمبر گرامی اسلام با مال و ثروت حضرت خدیجه تونستند اون شرایط رو پشت سر بگذارند. مبادا کسانی در شرایط تحریم اقتصادی به دنبال سودجویی باشند، با گران کردن قیمت ها، افزایش قیمت ها فشار را بر جامعه اسلامی مضاعف بکنند، که اگر این اتفاق بیفته مصداق همین آیه سوره توبه هستند که تجارت و مال و ثروت در نزد اونها محبوب تر است از خدا و رسول و جهاد در راه خدا. این دسته مخاطب جمله فتربصوا حتی یأتی الله به امره هستند.
آیات 29 تا 37 مربوط به تعامل جامعه اسلامی با اهل کتاب هست که مطالبی در این بخش بیان شده، و آیه 38 تا آخر جزء مربوط به تعامل با منافقان هست. بعضی از ویژگی‌های رفتاری منافقان در این آیات بیان شده که به اونها اشاره میکنم. منافقان از جنگ فرار میکنن، آیه 38. منافقان از خسارت دیدن مؤمنان خشنود میشند، آیه 50 تا 52. منافقان به نماز توجهی ندارند و در انفاقشون اهل ریا هستند، میخوان همه عالم بفهمد که اونها کمکی به فقرا کردند، آیه 54. منافقان در تصمیمات اقتصادی به پیامبر اعتراض میکردند، البته تا زمانی که اموال به نفع اونها تقسیم بشه سکوت میکنند، اما اگر به اونها مالی نرسه سر صدا میکنند و اعتراض میکنند، آیه 58. منافقان دیگران را به منکر و زشتی دعوت میکنند و از کارهای خوب باز میدارند، آیه 67. المنافقون و المنافقات و بعضهم من بعض یأمرون بالمنکر و ینهون عن المعروف و یقبضون ایدیهم. روایتی است از رسول گرامی اسلام، فرمود کیف بکم اذا فسد نساؤکم و فسق شبانکم، چگونه است وضع شما زمانی که جوانانتون اهل گناه و معصیت میشن و زنان شما هم اهل فساد میشن و شما امر به معروف و نهی از منکر نمی کنید. به پیامبر عرضه شد و یکون و ذالک یا رسول الله، واقعا چنین روزی خواهد آمد؟ فرمود بله، و بدتر از آن، روزی خواهد آمد که شما امر به منکر می کنید و نهی از معروف، از کارهای خوب، از نماز باز می دارید، کسی نماز بخواند او را عقب مانده تلقی می کنید. قیل یا رسول الله و یکون و ذالک، آیا این گونه خواهد بود؟ فرمود نعم، و بدتر از آن، روزی که شما معروف را منکر میبینید و منکر را معروف میبینید، که البته این از ویژگی‌های منافقان امت هست. اکثریت امت مؤمن ما به حمد الله اهل عمل به وظیفه امر به معروف و نهی از منکر هستند. و در پایان خداوند متعال وظیفه پیامبر را در مواجهه با منافقانی که نفاق خودشون رو علنی کردن بیان میکنه. منافق دو دسته هست، گاهی منافق نفاقش پنهانی است و گاهی نفاقش علنی میشود و به صورت آشکار رو در روی حکومت اسلامی می ایستد، با حکومت اسلامی مقابله میکنه. قرآن به پیامبر میفرماید این دست از منافقان را مسلمان هم ندان، نماز میت بر آنها نخوان وقتی از دنیا رفتند، کنار مزار آنها نرو و کنار قبر آنها برای عرض دعا به محضر خدا و استغفار برای آنها حاضر نشو. ولا تصل على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره، که در آیه 84 این سوره بیان شده است. خداوند متعال همه ما را مشمول لطف و عنایت خودش بگرداند، از نفاق برهاند، توفیق انس و الفت با معارف قرآن به همه ما عنایت بفرماید. هدیه نثار قلب مقدس و نازنین حضرت خدیجه کبرا ام المؤمنین سلام الله علیها اجماعا صلواتی خط بفرماید.